دیدبان حقوق بشر در گزارشی دولت بشار اسد را متهم کرده که اواخر سال گذشته میلادی دست کم هشت بار با بمب‌های حاوی گاز کلور محله های مسکونی شهر حلب را بمباران شیمیایی کرده است. سامان پژوهان گزارش می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در فیلم هایی که به عنوان سند در اثبات گزارش خود مبنی بر استفاده دولت بشار اسد از بمب‌های های حاوی گاز کلور در حلب ارائه داده به روشنی نشان می دهد که بلافاصله پس از وقوع انفجار گاز قلیزی به رنگ سبز و زرد در هوا پراکنده می شود. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، عکس اجساد کودکانی وجود دارد که زیر آنها نوشته شده کل خانواده در اثر استنشاق گاز سمی کشه شدند. با وجودی که تلفات جانی زیادی نداشته اما نمیتوانم بگویم که گاز کلورین به خصوص روی بچه ها که از همه آسیب پذیرترند چه تاثیرات وحشتناکی داره. سلاحی که استثنا نمیشناسه و بر اساس کنوانسیون منع استفاده از تسلیحات شیمیایی که سوریه هم آن را در سال 2013 امضا کرده نباید از اون استفاده کنه. دیدبان حقوق بشر میگوید هنوز دیویس نفر در اثر جراحات ناشی از گاز کلور زج می کشند. در گزارش آمده دولت سوریه از 17 نوامبر تا 13 دسامبر سال پیش یعنی ظرف کمتر از سی روز تا زمان برقراری آتش پس دست کم هشت بار با گاز کلور مناطق مسکونی حلب را بمباران کرد. البته ممکن است تعداد آنها بیشتر از هشت بار باشد. چون اینها مواردی است که به صفر رسیده گرچه دولت بشار اسد در این شش سالی که از جنگ سوریه میگذرد هرگز نه تنها استفاده از گازهای شیمیایی را قویا رد کرده بلکه ناظران حقوق بشر و دولتهای غربی را متهم می کند که علیه دمشق پرونده سازی می کند. دیدبان حقوق بشر در بخشی از گزارش خاطر نشان کرده که هیچ گونه مدارکی وجود ندارد که نشان دهد روسیه در این بمباران دخالت یا همکاری مستقیم داشته است. سامان پژوهان صدای آمریکا